اون کجا، هر کشوری یک جغرافیا داره، اما این چهار پادشاه بزرگ را در کتاب ها که می نویسن خیلی قلمروی وسیع داشتن، دیگه بعد از اینها کسی چنین پادشاهی با این قلمروی وسیع نداشته. دو تا از اینها مسلمان بودن، دو تای دیگر غیر مسلمان. دو تای اولی که مسلمان بودن، یکی سلطان محمود غزنوی بوده، همین سلطان محمود غزنوی که در غزنه افغانستان الان مزارشه، قبرشه. یکی از اون پادشاهایی که قلمروی خیلی وسیع داشته سلطان محمود بوده، و دیگری تیمور. اینها از مسلمانانن. از غیر مسلمانان یکی اسکندر مقدونی بوده و دیگری چنگیز. اینها غیر مسلمان بودن. میگویند بعد از هزار سال که سلطان محمود از دنیا رفت، در افغانستان یک زلزله مهیبی رخ میده. قدرت خدا بر اثر این زلزله قبرستانی که سلطان محمود قبرش در اون قبرستان بود دهن باز میکنه، زمین دهن باز میکنه. تا نگاه میکنن تا قبر سلطان محمود هم همین جایه، و این جایی که حفره باز شده، زمین دهن باز کرده، قبر سلطان محمود هم باز شده. وقتی میرن از نزدیک نگاه میکنن تا سبحان الله، جسم سلطان محمود مثل این که دیشب به خاک سپرده شده، بعد از هزار سال هنوز جسمش بدون اینکه آسیب ببینه همونطور آرام خوابیده است. سبحان الله. بله، کسی که با خدا درست معامله بکنه، درست با خدا تا بکنه، الله عزوجلال جسمش را در خاکم حفاظت میکنه. خدا میتوانه نمیتوانه، این کار اللهه. همانطور که همه ما شما میدانیم، همه ضرب المثل معروف میگه شهید را خاک جبار هم نمیخوره. جسم شهیدی که در راه خدا شهید شده باشه، خونش به زمین به ناحق ریخته شده باشه، رب ذوالجلال تا قیامت جسمش را در خاک امانت میگذاره. جسم انبیا را هم همین شکل، به همین کیف، هر چی که الله بخواد دیگه. این در حیطه قدرت پروردگاره. سلطان محمود با وصفی که سلطانی بود، پادشاهی بود، اما پادشاهی باعث نشد سلطان محمود الله را ناراض بکنه. سبحان الله، زندگی عجیبی داره. چرا همیشه شما رو توصیه میکنیم برید تاریخ را بخوانید؟ به خدا قسم تاریخ را اگر بخوانیم، چراغ راه زندگی همه ما و شماست.